طرح عفو عمومی محکومین سیاسی، تحقیق و تفحص و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس، مرخصی زندانیان سیاسی، اعتصاب سراسری کامیونداران کشور، بازداشت آقای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز، شکایت وکلای خانم نسرین ستوده از قاضی پرونده مقیسه و اعدام زینب سکانوند موضوعاتی بود که در گفتگوی این هفته شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده حقوقدان برجسته میهنمان مطرح شد. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه این هفته هم وقتتون رو مجدداً در اختیار ما قرار دادید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید. من هم ضمن سلام به بینندگان عزیز دور تیوی و تشکر از شما خیلی ممنون هستم. آقای سیفزاده، اولی موضوعی رو که این هفته بهش میپردازیم طرح عفو عمومی محکومین سیاسی از سوی مسئولینه. ارزیابی شما رو بیشتر. این طرح عفو عمومی محکومین سیاسی شنیده شد که یک فوریت و دو فوریت این لایحه توسط نمایندگان مجلس رد و شاید به صورت عادی مورد بررسی قرار بگیرد که باید به نکات زیر توجه کنیم. اولا متهمین سیاسی کلی افرادی هستند که اقدامات مجرمانه و تا براندازی علیه نظام انجام میدن. در این تعریف هم اقدام و فعل شخص باید جرم باشد و هم علیه حکومت اقدام گردد. شاید بنا قانونی بودن جرم و مجازات از 36 قانون اساسی و به 2 قانون مجازات اسلامی، مجلس شورا به موجب قانون عمل و فعل شخص را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کند. مجلسی که البته نمایندگانش در انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه به مجلس راه یافته باشند، نه با گزینش غیر قانونی شورای نگهبان. قطعا اینها نمایندگان مردم نیستند و نماینده حکومتند، چنانچه عمل حال نیز مبین این معناست. سوال که دیگه به جرم سیاسی مطابق اصل 168 قانون اساسی باید در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی و مردمی و نه حکومتی و به صورت علنی طی دادرسی منصفانه و عادلانه و با داشتن حق دفاع مشروع و کامل رسیدگی و محکوم شده و آن محکومیت قطعی گردیده باشد. از انقلاب مشروطه تا به حال متهمین در مراجع غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضات غیر قانونی و غیر صالح و طی دادرسی غیر عادلانه و غیر منصفانه تعقیب محکوم و مجازات شدن. لذا نظر به مطالبی که بیان شد، کلی محکومین سیاسی در مراجع غیر قانونی باید فوراً و بلا قید و شرط آزاد شوند. نگهداری آنان در زندان بلا تعقیب و مجازات می باشد. نمایندگان مجلس اگر می خواهند به رسالت وکالت و نمایندگی خود عمل کرده باشند که در قانون هست که آنها باید به اصطلاح صرفه و صلاح و قبطه موکل خودشون رو باید رعایت کنند، نه حکومت، باید مصوبه دائر به آزادی دلالت تمام محکومین سیاسی و تعقیب و مجازات عاملین و این اعمال مجرمانه در هر مقامی که هستند و پرداخت خسارت محکومین از مجلس بگذراند. عفو عمومی محکومین سیاسی زمانی است که آنها مرتکب جرم شده باشند و حال آنکه همه در مراجع غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضات غیر قانونی و غیر صالح و طی دادرسی غیر منصفانه و غیر عادلانه و با اسقاط حق دفاع به ناحق و برخلاف قانون و اکثریت قریب به اتفاق با جرمنگاری اعمال مباح افراد تعقیب و مجازات شدند. هر مصوبه غیر از آن که گفته شد شرکت نمایندگان در اعمال خلاف انجام شده می باشند.
رابن بنابر آنچه شنیده شد، نمایندگان در همین ترتیبادی از محکومین از جمله محکومین ماده 186 قانون مجازات اسلامی را مستثنا از عفو نمودند. صرف نظر از آنکه این ماده در خرداد نصف کردید و کلی محکومین این ماده صرف نظر از ایرادات فوق باید در تاریخ 2192 آزاد که ملعصف تعدادی از آن حکم نصف اعلام نصف اعدام و بقیه در زندان می شود. اگر این طرح در مجلس تصویب شود مغایر به اصول 19 و 20 قانون اساسی می باشد. حکومت حاضر نیست به قانون اساسی خود ساخته خود پایبند باشد. بنابر اصل 168 قانون اساسی چون متهمین سیاسی عموماً از افراد مبارز و مردمی و مقید به خدمت به مردم هستند و روشنفکر جامعه بوده که به خاطر مردم دست به مبارزه علیه حکومت میزنند، لذا امتیازی به آنها داده و حتی ترتیب محاکمه آنها با متهمین عادی متفاوت است که باید صرفاً و انحصاراً و اختصاصاً در محاکم عمومی دادگستری مستقل و به وسیله هیئت منصفه های مردمی و به صورت علنی محاکمه گردند. حال حکومت نه تنها قانون اساسی خود را به رسمیت نمی‌شناسد و انقلاب مشروطه تا حق متهمین سیاسی پایمال و لگدکوب حکومت های قانون شکن شده، بلکه از حقوق متهمین و محکومین عادی و خطرناک هم محروم هستند. و حال آنکه تبعیض در قانون و حق تصاوی عموم غیر اخلاقی و غیر قانونی، لذا تشدید این طرح به صورتی که گفته شد عملی خلاف اصول 19 و قانون اساسی و یک امر غیر اخلاقی و غیر قانونی هم می باشد. آقای سیف‌زاده، موضوع بعدی رو که مخاطبان سوال کردند تحقیق و تفحص و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس هست که خواستند شما نظرتون رو در ارتباط با این تحقیق و تفحص‌ها و اظهار نظرها بیان کنید. برابر اصول 76، 84 و 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند. نمی توان آنها را به لحاظ ایفای وظایف نمایندگی و این اظهار نظرها تعقیب و توقیف کرد. صرف نظر از اینکه اعمال نظارت شورا حق انتخاب را از مردم سلب و اسقاط نموده، لذا نمایندگان مجلس را نماینده مردم که در انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه و مستقیم از طرف مردم انتخاب شده اند نامید، با این وجود مجالس مختلف کلیه نظر رهبری را طی قانونی از بررسی مستثنا کرده که این امر صرف نظر از مغایرت به اصول 76، 84 و 86 قانون اساسی با اصول 19 و 20 قانون اساسی در تضاد کامل و همین تبعیض سرمنشأ بسیاری از فسادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور است. اکنون بار دیگر این مجلس قانون ممنوعیت از اشتغال به کار شستگان را تحت نظارت رهبری را از شمول این قانون مستثنا نموده. این استثنا هم در تضاد کامل با اصول 19 و 20 قانون اساسی و تبعیضی آشکار و فسادهای دیگر را به دنبال و نیروهای جوان را از حق اشتغال محروم می‌سازد. آقای سیف‌زاده، یکی از موضوعاتی که مطرح هست در میان زندانیان، مرخصی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی است که در اکثر مواقع از این مرخصی که حقشون هست برخوردار نیستن. نظر شما در ارتباط با این گونه برخوردها با زندانیان چیه؟ کلن زندانیان حق نه امتیاز، حالا در مورد اونا که بیشتر باید رعایت بشه. با آنکه نحوه نگارش آیین‌نامه سازندان‌ها دلالت بر حق مرخصی دارد، با این وجود طی تبصره‌ای میگوید مرخصی امتیاز است. این امر خلاف قانون هرگز در دست مقامات قضایی و انتظامی اداری داده که با گروگان گرفتن زندانی او را از حقوق طبیعی زندانی محروم سازد.
صرف نظر از اینکه این حق زندانی محرز مسلم بوده و محرومیت آن توسط مقامات قابل تعقیب باشد، این محرومیت حقوق طبیعی دیگران نیز در معرض اسباب قرار می‌گیرد. پدر، مادر، همسر، فرزندان، برادرها، خواهرها، چه کسی به خود حق داده که بستگان زندانی از حق ملاقات آزاد با زندانی محروم شوند؟ برابر اصل شخصی بودن مجازات نباید آثار مجازات متوجه اشخاص سالس باشد. علی‌رغم اینکه قانونگذار هم نمی‌داند بستگان را از ملاقات محروم کند، چطور مقامات به خود اجازه می‌دهند که این حقوق را نسبت به زندانیان سلب و اسقاط کنند؟ زندانیان بسیاری می‌شناسم که در 10-20 سال 20 و چند سال حتی یک روز هم به مرخصی نیامدند. و حالا مبین ماده 186 قانون مجازات اسلامی چنان که از نفس باید در تاریخ 23 دسامبر آزاد می شدن و تعدادی از آزادان و بقیه بدون استفاده از مرخصی در زندان نگهداری می شوند و خود در مدت 5 سال حبس در آخرین زندانی که انجام شد یک روز هم به مرخصی نیامدن. علی‌رغم آن که پزشکی 7 بار در زندان دچار سکته مغزی شدم، مرجع جهت رسیدگی به این جرائم در ایران وجود ندارد. نمیدانم سبب خدا و وجدان خود را چه میدهند که اگر اعتقاد یا اعتقاد نداشته باشند. آی سیف زاده، همینطور که شما هم در جریان هستید، کامیونداران در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم بیش از 250 شهر ایران دست به اعتصاب زدن. الان 12 روزه. در اخبار شنیدیم که چند تن از این کامیونداران رو به علت اعتصابی که کردند بازداشت کردند یا اینکه دادستان تهدید کرد به اشد مجازات. میشنویم نظر شما رو در مورد این گونه برخوردها. اعتصاب حقی است که هیچ کس حق سلب و اسقاط آن را از مردم ندارد. اعتصاب تجمع راه از حقوق مسلم و تردید ناپذیر تمام انسانها از جمله مردم ایران است. متاسفانه در تعدادی از شهرها اعتصابیون تعقیب و قرار گرفتند. تعقیب کامیونداران به لحاظ اعتصاب و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و فاقد وجاهت قانونی بوده و مطابق مواد 570 به بعد قانون مجازات اسلامی به لحاظ جرم مباح نسبت به عاملین و مباشرین این عمل قابل تعقیب باشه. نحوه تعقیب صرف نظر از جرم نبودن عمل انتصابی اصلاف ماده 235-36-37-169 قانون اساسی و مواد 168 بعد قانون آیین‌دادرسی کیفری مستند 2 و 1-2-10-12-13 قانون مجازات اسلامی مصوب 90 کرد. این نحوه تعقیب مجازات یادآور قوی می باشد. با وقوع انقلاب مشروطه و قانونی بودن جرم و مجازات بنا بود اعمال مجرمانه و میزان مجازات مجلس شورا به موجب قانون تعیین و مرتکبین مجرمانه توسط عدالتخانه عظما دادگستری مستقل و قضاتی بی‌طرف و نه عامل رژیم طی دادرسی منصفانه محاکمه و تعقیب و مجازات کرد. هیهات اکنون با گذشت 113 سال از وقوع انقلاب مشروطه ما به اصل بیقانونی و خودسری حکام و پادشاهان رجعت سهمگین نمودیم. باید توجه داشت ارعاب و ارهاب و اعمال مجازات های شدید صرف نظر از غیر قانونی بودن را حل اقرایی برای حل معضلات جامعه نبوده و در دراز مدت موجب بحران های شدیدتری. آقای سیف‌زاده، یکی از موضوعاتی که مطرح شد در این چند روز گذشته بازداشت یکی از اعضای شورای شهر شیراز بود، آقای مهدی حاجتی، به دلیل دفاع از هموطنان بهایی. می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
آنچه در گفتار آقای مهدی حاجتی شنیدم استقاب فعل و گفتار مجرمانه نبود، لذا تعقیب از توییت ایشان نسبت به عامل و مباشر این امر توقیف غیرقانونی بوده و قابل تعقیب و مجازات است. صدور قرار بازداشت هم در فعل و گفتار ایشان مجرمانه هم می بود، باز نامتناسب و قابل تعقیب و مجازات می باشد. ما که ادعای مسلمانی و پیروی از علی می کنیم، علی به ما ایک می نویسد مالک انسان هایی که بر می دانی یا در دین با تو شریکن یا در خلقت، پس بر توست که بر آنها به تنگری و ستن نداری. لذا تعقیب آقای مهدی حاجتی هم خلاف قانون هست و هم خلاف شرع. آقای سیفزاده، وکلای خانم نسرین ستوده از قاضی پرونده آقای مقیسه طرح شکایت کردند که بعد از طرح این شکایت بود که ما شاهد تشدید فشارها بر خانم ستوده بودیم، به بهانه بدحجابی ملاقاتهای خانم ستوده رو ممنوع کردند. ما خواستم نظر شما رو در ارتباط با هم طرح شکایت و همین ایجاد محدودیت‌ها برای خانم ستوده بدونم. بله، همینطور که خوب شنیدیم سرکار خانم نسرین ستوده از قاضی پرونده شکایت کرده. به استناد بند 3 ماده 421 قانون اداری کشوری، این قاضی دیگه صلاحیت رسیدگی به اتهامات خانم ستوده و هر گونه اظهار نظر را دیگه ندارد. گرچه به موجب تبصره‌ای که در ذیل همین ماده هست آمده که شکایت انتظامی مانع رسیدگی قاضی نیست، بلکه شکایت کیفری موجب رد دادرس است، که این استثناء خلاف فلسفه موضوع هست. مسئله این است که قاضی که شکایت ازش میشه آیا دیگه بیطرفه یا بیطرف نیست؟ آیا امکان دارد در نظرش اثر بگذارد نگذارد؟ به هر حال برای جلوگیری از هر گونه شایبه بهتر هست که شکایت اهم از این که در دادسرای انتظامی باشد یا به دادسرای دیوان کیفر و کارکنان دولت، بهتر است که مشمول موارد رد دادرس باشد. گرچه قبلا هم گفتم عمل خانم نسرین ستوده جرم نبوده و تعقیب و توقیف ایشان قابل تعقیب و مجازات می باشد، ممنوع ملاقات کردن سرکار خانم ستوده همکار گرامی و محترم و هر زندان دیگر خلاف قانون و اصول حقوقی، زیرا صرف نظر از این که ممنوع ملاقات کردن زندانی در حکم مراجع صادر قضایی و باید مستند و مدلل باشد، یعنی در مراجع صالح قضایی باید به وجود بیاد نه در دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت که غیر قانونی هستند چنان که بارها گفتم، و حالا در همین مراجع صالح قضایی اون حکم یا قرار هم که صادر میکنن باید مستند و مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشه و بعد مورد حکم قرار بگیر. این محرومیت نسبت به خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان عملی خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف اخلاق است. آقای سیفزاده، آخرین موضوعی رو که در برنامه این هفته بهش میپردازیم اعدام خانم زینب سوکانوند هست. طبق گفته خود مسئولان، خانم زینب سوکانوند وقتی 17 سالشون بوده مرتکب این جرم شدن. دادگاهی براشون تشکیل شده که البته گفته شده این دادگاه پر از ابهام بوده. خواستم نظر شما رو در ارتباط با این اعدام بدونم، با توجه به اینکه سن وقوع جرم زیر 18 سال بوده. من از پرونده اطلاعی ندارم، اگر شایبه‌ای درش هست خب اینا هم از موارد نقض حکم بوده نه تایید حکم. اما برابر به کنوانسیون و کودک، اگر کسی تا سن 18 سال تمام مرتکب جرم بشه باید در دادگاه‌های اطفال به جرمش رسیدگی بشه و اصولاً در مورد این اطفال مجازات‌های سنگین حبس و اعدام به نحو اخص
قابل دفاع نیست و امریش خلاف از مصلحت و اخلاق هم به دوره که فردی طفل مرتکب جرم بشود و بیاهن براش حکم اعدام صادر بکنه. توجه داشته باشیم در سال 1338 قانون بسیار خوبی به نام قانون دادگاه های اطفال نوشته شد که تا 6 سالگی کلن از اعمال مجازات ممنوع بود در مورد اطفال تا 6 سال تمام، از 6 سال تا 12 سال مجازات های بسیار کمی بر هر جرمی براشون در نظر گرفته بودند و از 12 سال تا 18 سال تمام یه مقدار مجازات های شدیدتری و هیچ وقت حبس های طولانی و مجازات های اعدام اینها در اون قانون وجود نداشت و متاسفانه بعد از انقلاب این قانون خوب رو حذف کردن و هنوز هم همطور در آیین دادرسی کیفری نسبت به تصویب قوانینی که متناسب با روز و کنونسیون کودک باشه نمایندگان مجلس و حکومت دچار تردید و شبهه است. این عمل به هر حال باید واقعا مورد مذمت و سرزنش قرار بگیره و امید داریم که قوانینی تصویب بشود که دیگر کلن اعدام در ایران منتفی بشه، به خصوص در مورد کودکان با شرایط سنی که عرض کردم. آقای سیف‌زاده سپاسگزارم. متشکرم، خیلی ممنون است.